آیا میتونید از شرایط اسرائیل بعد از 7 اکتبر یک کم برامون حرف بزنید؟ بله، اولا خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحالم اینجا هستم با شما. اسرائیل از 7 اکتبر تا به حال در یک وضعیه که به یک صورت میشه گفت که هنوز در همون 7 اکتبر مونده، یعنی در یک وضع خیلی مبهم و خیلی تو هم در هم پاشیده کشور گرفتاره. از نظر اجتماعی کشور به یه نوعی در 7 اکتبر در واقع پراکنده شد، یعنی روزی بود که مردم اسرائیل فهمیدن که کشور به عنوان مؤسسه‌ای که باید حمایت از مردمش بکنه وجود نداره. از همون لحظات اول حمله حماس که یواش یواش فهمیدیم که نه پلیس نه ارتش، هیچ کسی نبود که از ساکنان جنوب اسرائیل دفاع بکنه. بعد گروگان ها که بردن غزه، این شد یکی از مسائل مرکزی در جامعه اسرائیل و هیچ کس 6 ماه پیش تصورش نمیتونست اصلا بکنه که 6 ماه بعد هنوز بیش از 100 تا گروگان در دست حماس باشن و دولت اسرائیل کاری نکنه برای آزاد کردن این گروگانا. از نظر اقتصادی مردم کاملا خورد شدن، برای اینکه از 7 اکتبر تا به حال ده ها هزار مرد استخدامشون کردن در ارتش، یعنی به وظیفه صداشون کردن و کار و زندگی رو ول کردن و 6 ماهه که الان در واقع کار نمی کنن و در ارتش هستن. ده ها هزار مردم خونه‌هاشون رو مجبور شدن تخلیه بکنن، هم در جنوب اسرائیل و هم در شمال به خاطر درگیری‌ها با حزب الله در لبنان. اینه که ده ها هزار مردم هنوز پراکنده و آواره هستن در جاهای مختلف در کشور و در طول این مدت اعتراض، هر نوع اعتراض هم به شدت سرکوب میشه به دست حکومت. اعتراض ضد جنگ اصلا در ماهای، یعنی تا همین اواخر کاملا ممنوع بود، دستگیر میکردن هر کسی رو که میرفت توی خیابون اعتراض بر ضد جنگ بکنه. حتی اعتراض بر ضد دولت که وضعیت رو، یعنی که به مسئولیت بشناسن دولت رو که این وضع رو ایجاد کرد، حتی اعتراض ضد دولت، نه ضد جنگ، ضد خود نتانیاهو خیلی کم دیده میشد در ماهای اول، برای اینکه در این حال جنگ مردم واقعا کلافه شده بودن. برای اینکه از یک طرف میدونستن که دولت نتانیاهو مسئوله، ولی از طرف دیگر یک فضای اجتماعی به وجود اومده بود که در حال جنگ هر نوع اعتراض ضد دولت اسرائیل رو ضعیف میکنه روبروی دشمناش، و به این خاطر هم خود سنزوری مردم بود و هم از طرف دولت سرکوب میشد هر نوع اعتراض. اینه که جامعه اسرائیلی امروز یک جامعه بسیار کلافه، بسیار ضعیف و بسیار ناامید است. ما اینجا از طریق رسانه‌ها شاهد یک گردش به راست شدید در افکار عمومی اسرائیل هستیم. میتونید در این مورد ما رو روشن کنید؟
چه عواملی در این تشدید؟ شما الان خودتون گفتید که مردم هم خود سانسوری میکنن هم دولت سرکوب میکنه، ولی وقتی افکار عمومی به راست متمایل میشن لابد دلایل دیگری هم داره. آیا صدای مخالفان گوش شنوایی اصلا داره تو اسرائیل؟ بله، این ریخت مردم به طرف راست چند دلیل داره. دلیل اول خب شوکه شدن مردم از حمله حماس که یک ترس بی سابقه داخل مردم اسرائیل تزریق کرد. یعنی واقعا هیچ موقع مردم اسرائیل به این حد ترس تجربه نکرده بودن. پس دلیل اول ترسه. دلیل دوم اینه که مردم اسرائیل بسیار اطلاعاتشون درباره اون چیزی که اسرائیل داره الان به سر فلسطینی‌ها در غزه میاره ندارن. یعنی واقعا نمیدونن. رسانه‌های اسرائیلی فقط مشغول نمایش حماس به عنوان یک حرکت خونخوار و تمام فلسطینی‌ها به عنوان یک مردم خونخوار هستند و از جنایت‌های اسرائیلی در غزه اصلاً صحبتی در جامعه اسرائیل در رسانه‌های اسرائیلی نیست. 6 ماه بعد از، یعنی به این حد که ما اسرائیل رسید به دادگاه بین‌المللی به تهمت قتل عام، ولی جامعه اسرائیل اصلا نمی‌فهمن چرا، برای اینکه نمی‌بینن اسرائیل داره در غزه چه کارایی می‌کنه. و یک دلیل دیگه هم این است که بر اثر تبلیغات حکومی این ناراتیو توی جامعه اسرائیل وارد شد که اگر که ما دیگه هر ایمانی را به فلسطینی‌ها از دست دادیم. یعنی حتی کسایی، خیلی کسانی هستن که امروز میگن ما قبلها به صلح ایمان داشتیم، به یک حل سیاسی ایمان داشتیم، ولی بعد از 7 اکتبر این ایمان رو از دست دادیم و به این نتیجه رسیدند که فلسطینی‌ها به جز خون اسرائیلی‌های یهودی چیز دیگری رو دنبالش نیستن. و این به نوبت خود نتیجه اینه که از 7 اکتبر اجازه ندادن که درباره کنتکست این حمله حماس کسی حرف بزنه. یعنی اگه میخواستین مثلا بگین بپرسین چرا مردم یه دفعه به این نوع حمله وحشیانه دست میدن، چی قبل از 7 اکتبر چی بود، وضعیت چی بود در غزه، به شدت ساکت اون میکنن که اگه که هر نوع سعی به فهمیدن کنتکست این حمله لجیتیمایزیشن این حمله تعبیر میشه، توجیه حمله میشه. یعنی به یه نحوی از برای اسرائیلیا تاریخ از 7 اکتبر شروع میشه و اگر این نقطه اول تاریخ میشه به سادگی فهمید چرا مردم از هر نوع تفاهم با فلسطینی ها خودداری میکنن و دیگه هر ایمانی رو به حل سیاسی از دست دادن. من در کنار اینها شنیدم که مثلا هفته گذشته تظاهرات کوچیکی بوده، چند نفر رو دستگیر کرد دولت. این هفته هم دیروز یا پریروز من توی فیسبوک شما خوندم باز 2 نفر دیگر رو دستگیر کردن. این دستگیری ها بهانش چیه؟ این چیز عجیبیه، برای اینکه الان هر نوع اعتراض
تمامش با چند تا با چند نفر که دستگیر میشن. پریروز دخترم یکی از کسانی بود که دستگیر شدن. یعنی هر اعتراض ضد جنگ که 100% اصلا شک توش نیست میپاشن، خیلی با خشونت زیاد دستگیر میکنن، برای اینکه هر اعتراض ضد جنگ رو اینا به عنوان حمایت از فلسطینیا و خیانت به اسرائیل تعبیر میکنن. پس این که دستگیری روش نوشته از اول. ولی امروز حتی تظاهراتی به حمایت از گروگانان و به حمایت از یک نوع معامله که در چارچوبش گروگانان رو آزاد کنن، حتی در این نوع تظاهرات هم مردم رو دستگیر میکنن. بین اینا کسایی که دستگیر کردن در هفته‌های اخیر فامیلای خود گروگانا هستن که واقعا یعنی هیچ اجندای سیاسی ندارن. این بدبخت ها فقط فامیلاشون اونجا گروگان هستن و بعد از 6 ماه دیگه صبرشون رو از دست دارن میدن و صداشون رو بلندتر میکنن که دولت یه کاری بکنه که تا اینا کشته نشدن اونجا یا نمیرن از گشنگی یا هر بدبختی دیگه آزادشون کنن. حتی برای اینم تحمل این نوع اعتراض هم امروز دولت اسرائیل دیگه نداره. یک چیز دیگه درباره دستگیری در اعتراضات باید گفت که امروز وزیری که مسئول پلیس اسرائیل هست، خودش ایتامار بن‌گویر، خودش قبلا دادگاه به عنوان تروریست شناخته شده. خود این ایتامار بن‌گویر یکی از افراطی ترین سیاستمداران اسرائیل است و این آقا امروز مسئول پلیسه. اینه که پلیس به حد زیادی به روح ایتامار بن‌گویر برخورد میکنه با هر نوع اعتراض. من در این چیزهایی که شما میگید شاید به لحاظ خشونت، به لحاظ میزانش خشونت قابل مقایسه نباشه، ولی شباهت‌هایی میبینم با آن کاری که جمهوری اسلامی با خانواده‌های کسانی میکنه که در سال گذشته در تظاهرات‌ها دستگیر شدن یا کشته شدن و غیره. این شباهت‌ها با تفاوت این دو رژیم چجوری میشه اینا رو تعریف کرد؟ شباهت های زیادی هست. اولین شباهت که من میبینم اینه که دقیقا مثل سپاه پاسداران که تنها وظیفش حمایت از مردم نیست، حمایت از رژیمه، پلیس اسرائیل هم امروز تبدیل شده به یک سپاه پاسداران که در واقع اون به اون مفهومی که پلیس وظیفش حمایت از شهروندان هست دیگه کار نمیکنه. اینجوری وظیفه خودش رو نمیفهمه دیگه پلیس اسرائیل. اونم فقط امروز تنها مسئولیتی که به خودش برای خودش میبینه حمایت از رژیم و از دولته. و به این صورت دقیقا مثل ایران کسی که اعتراضی نسبت به دولت و نسبت به رژیم بکنه رو دشمن، به چشم دشمنی میبینه و باهاش برخورد بسیار شدیدی داره. ولی پلیس امروز اسرائیل امروز حتی افراطی تر از سپاه شده، برای اینکه اون کسایی که در ایران دستگیر شدن خب یک برخوردی با خود دولت داشتن، یعنی ضد دولت داشتن اعتراض میکردن. این خانواده های گروگان ها حتی چیز سیاسی نگفتن، یعنی اعتراضشون سیاسی نبود، فقط نگرانی برای بچه هاشون، پدرهاشون، برادرهاشون که در دست حماس در قصه هستن، فقط به خاطر این رفتن در خیابون اعتراض کنن و حتی اونا هم سرکوب شدیدی کردن و دستگیرشون میکنن. امروز من شنیدم از شما که
خیلی از کسایی که دستگیر میشن در تظاهرات اخیر در مورد استفاده از واژه‌های خاصی هست. یعنی اگه شما چیز خاصی رو بگید شما رو دستگیر میکنن یا مجازات میکنن. بله. میتونید یه مقدار راجع به این توضیح بدین؟ بله، چند تا کلمه هست که پلیس اسرائیلی از لکسیکون کاملا حذف کرده. و مثلا امروز تظاهرات ضد جنگ رو باز یک جوری تحمل میکنن، ولی اگه شما اسم نسل‌کشی بیارین فورا دستگیر میشین، اگه اسم ماسکر قتل عام جنوسایده، ماسکر یعنی یک کشتار جمعی، کشتار جمعی بیارین دستگیر میشه. یعنی جوری هست که میخوان اعتراض مؤدبی مردم بکنن که اسم قتل عام نیارن، اسم جنوساید نیارن، نگن که ارتش اسرائیل جنایت داره میکنه بر اساس قوانین بین المللی. این جنایت جنگه که ارتش اسرائیل داره میکنه. این چیزها رو قطعا قدغن کردن و این تمام این چیزهایی که من الان توضیح میدم این نسبت به تظاهرات یهودیان اسرائیل. شهروندان عرب، شهروندان فلسطینی در اسرائیل برای چیزهای خیلی پیش پا افتاده تر دستگیر میشن. از اول جنگ تا به حال صدها من منظورم شهروندن که نه فلسطینی های مناطق اشغالی، در خود اسرائیل صدها فلسطینی دستگیر شدن به خاطر لایک توی فیسبوک، به خاطر زدن پرچم فلسطینی توی فیسبوک، به خاطر هر ابراز نگرانی یا همدلی یا همبستگی با مردم غزه. سرکوبی شهروندان فلسطینی توی اسرائیل به یک اوجای وحشتناک رسیده، تا این حد که حتی رهبران سیاسی فلسطین را در اسرائیل دستگیر کردند، اعضای سابق پارلمان را دستگیر کردند برای اینکه قصد تظاهر بر علیه جنگ داشتند. حتی نذاشتن برسن به خود تظاهرات قبل از این دستگیرشون کردند. من دلم میخواست راجع به این بدونم که وقایع 7 اکتبر روی کار خود شما به عنوان فعال حقوق بشر، به عنوان نویسنده و روی کار بتسلم به عنوان یک سازمانی که اسرائیل رو به عنوان یک رژیم آپارتاید گذاشته روش و انتقاد میکنه بهش، برخورد دولت یا شرایط شما چه چیزی عوض شده؟ برخورد دولت نسبت به شما چه تغییری کرده؟ ببینیم، حتی قبل از 7 اکتبر کار بتلم، کار ما کار آسونی نبود. یعنی حتی قبل از 7 اکتبر مردم اسرائیل خیلی آماده نبودند که مثلا بشنوند اطلاعاتی را که ما منتشر میکنیم، که ما دربارش حرف میزنیم. مثلا اون رپورت آپارتاید که پابلیش کردیم خیلی با برخورد خیلی سرد و سختی در جامعه اسرائیلی نه فقط از طرف دولت برخورد شد. اینه که کار ما هیچ موقع آسون نبود، ولی از 7 اکتبر دیگه تقریباً غیر ممکن شده برای ما با خود جامعه اسرائیل صحبت کنیم. و این همیشه برای ما خیلی مهم بود. یعنی ما با تمام جامعه بین المللی روابط خیلی خوبی داریم، اطلاعاتمون رو در دست تمام بازیکنان بین المللی مهم میذاریم، ولی همیشه برای ما مهم بود که با خود جامعه اسرائیلی هم
یک صحبتی داشته باشیم، برای اینکه این مسئولیت جامعه اسرائیلیه که این اطلاعات رو آگاه بشه نسبتش. الان اصلا این تقریبا دیگه این امکانیت نیست، یعنی همون یک کمی هم که جای روابطی بود بین ما و جامعه اسرائیلی دیگه بسته شده. یک مشکل بسیار بزرگ دیگه هم هست که کار بتلم به این صورته که ما در تمام مناطق فلسطینی، هم در کرانه باختری، هم در غزه، هم در شمال اورشلیم، ریسرچر تحقیق خودمون کسانی داریم که تحقیق میکنن و اطلاعاتمون همیشه اطلاعات دست اوله، یعنی فقط بر اساس تحقیق ما با ریسرچرهای خود مؤسسه. از اول جنگ تا به حال ریسرچرهای ما در غزه فقط کار تنها کارشون اینه که زنده بمونن، یعنی ما نمیتونیم ازشون هیچ توقعی داشته باشیم که برن مثلا مناطق مختلف و شهادت بگیرن از مردم و تحقیق بکنن. اینا واقعا جنگ روزانهشون فقط زنده موندن هست. الان اینه که اطلاعات دست اول از غزه گرفتن برایمون خیلی سخت شده و به این حال تمام کار تحقیقیمون خیلی کنتر شده و دولت الان خب مشغول سردرگمی‌های بزرگتر هست، ولی هیچ شک ما نداریم که روز بعد از جنگ میان سراغ ما، برای اینکه اینو ما تجربهشو خوب داریم که هر موقع وضعیت بین المللی اسرائیل سخت‌تر میشه میان سراغ اون کسایی که به نظر دولت اسرائیل مثلا لو میدن جنایت‌های اسرائیل و بیرون از کشور، و به تلم یکی از بزرگترین مؤسسات است که اطلاعات میرسونه به دنیا. و اینا سال هاست که سعی میکنن دولت اسرائیل به خصوص به حمایت مالی از بتلم ضربه بزنن و امکانیات مالی ما رو محدودتر بکنن. هیچ شکی ندارم که بعد از جنگ میان به سراغ ما. من قبل از وقایع 7 اکتبر 2023 با شما در مورد مبارزات بخش مهمی از اهالی اسرائیل علیه دولت نتانیاهو که در سال گذشته شکل گرفته بود صحبت کردم. عملا با وقایع 7 اکتبر این حرکت ها متوقف شد، ولی از مدتی پیش باز شاهدیم که بخشی از جامعه اسرائیل در خیابان ها حضور داره، به خصوص خانواده های گروگان های اسرائیلی هستند که این فعالیت ها رو وسعت دادن بهش. آیا شما شانسی برای آینده این فعالیت ها میبینید؟ آیا باز این بار، چون دفعه قبل شما میگفتید چیزی که اصلا مطرح نیست تو این اعتراضات قضیه فلسطینه، بله، آیا این بار قضیه فلسطین و یک راه حل عادلانه اساسا مطرحه؟ فعلا نه، به خاطر همون دلایلی که قبلا در روش صحبت کردیم. مسئله فلسطین به عنوان یه مسئله سیاسی اصلا مطرح نیست الان، تا حدی که مثلا حرف از فلسطینی‌ها در دیسکورس اسرائیلی وجود داره فقط به عنوان تروریست‌ها که چجوری خودمون رو نجات بدیم از دستشون. یه مشکل بزرگ موج اعتراضات قبل از جنگ این بود که نه فقط مسئله فلسطین جزئی از این اعتراضات نبود، ولی بلکه مفهوم خود دموکراسی.
یعنی ماها صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و داد میزدن، فریاد میکشیدن دموکراسی 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 میخواد. ولی جامعه اسرائیلی هیچ موقع حتی در اون اعتراضات بررسی واقعی معنای این کلمه رو نکرد که چه نوع دموکراسی اصلا، معنای دموکراسی چیه در کشوری که خودش رو کشور فقط یک جزء از شهروندانش میدونه، که جزء دیگر رو طبقه دوم و سوم به صورت علنی میشناسه. نپرسیدن از خودشون چرا شهروندان فلسطینی که از همه ما بیشتر نیاز به دموکراسی واقعی دارن، چرا نمیان پا به پای ما اعتراض کنن و خواستار دموکراسی باشن؟ برای اینکه اونها دموکراسی رو به معنای کاملا دیگری میفهمن تا معنایی که دموکراسی به صورتی که شهروندان یهودی اسرائیل میفهمن. به این مفهوم هنوز اون صحبت جامعه‌ای که ما بسیار نیاز بهش داریم درباره مفهوم واقعی کلمه دموکراسی هنوز دیده نمیشه. به یادم میاد که شما در یکی از مصاحبه‌هاتون از اشغال 56 ساله فلسطین صحبت کردید. فلسطینی‌ها وقتی صحبت میکنن از نکبه، از سال 1948 اونو در نظر میگیرن. به نظر شما اساساً تضاد بین این دوتا دیدگاه کجاست؟ تضاد نیست. اینا من کاملاً موافقم با دوستان فلسطینی که فاجعه فلسطینی‌ها از 1948 شروع میشه. ولی و وقتی که ما صحبت آپارتاید میکنیم، صحبت فقط کرانه باختری نیست، صحبت تمام منطقه بین رودخانه اردن و مدیترانه هست. ولی در این حال باید آگاه باشیم چه به نحوی که اسرائیل کیان فلسطینی رو تقسیم کرده به چند گروه مختلف و ظروف زندگی هر کدوم از این گروه ها فرق میکنه با یکدیگر. پس به خاطر همین وقتی من درباره اشغال 67 صحبت میکنم، به خاطر اینه که وضعیت زندگی فلسطینی ها در کرانه باختری زیر اشغال مستقیم، اشغال ارتشی مستقیم، با تجربه زندگی یک فلسطینی در اورشلیم فرق میکنه و تجربه فلسطینی اورشلیمی با تجربه فلسطینی که در یافا زندگی میکنه فرق میکنه. اینه که این ترمینولوژی باید دقیق باشه تا ما بتونیم وضعیت فلسطینی رو به صورت شامل بفهمیم. و اگه بگیم اشغال 48، این فرقا رو محو میکنیم به یک صورت، و این فرقا رو اتفاقا باید خیلی آگاه بشیم باشیم نسبت بهشون تا واقعا بفهمیم، تا واقعا بتونیم مسئله کامل رو به صورت دقیق تر بفهمیم. آره، ما این سوال برامون از این جهت اهمیت داره که بدونیم اخراج شدگان سال 1948 که یعنی 800 هزار نفر فلسطینی دست آخر پناهنده به حساب میان که حق بازگشت براشون قائلیم یا نه. میدونیم که 70% ساکنین غزه هم بخشی از همین یا خودشون جزء این کوچک شدگان بودند یا بازماندگان آنها هستند. آیا خود شما و تشکل بتسلیم برای اینا هم حق بازگشت قائلید؟
این مسئله تصمیم ما یا کسی دیگر نیست، این حقیه که طبق قوانین بین المللی دارن. یعنی پناهندگان، رفیوجی به فارسی چی میشه؟ آوارگان فلسطینی طبق قوانین بین المللی حق برگشتن به سرزمینشون دارن. مسئله افکار بتلم یا افکار من یا شما نیست، این حق قانونیشون هست. و این یه چیز بسیار عجیبه که صهیونیسم که اومد، حقی که ازش حرف می زدن حق 2000 سال پیش یهودیانه در این سرزمین، ولی در همون زمان حق کسانی که کمتر از 80 سال پیش از این سرزمین خودشون آواره شدن را نمیشناسه. این برای من واقعا بسیار عجیبه، ولی این اصلا مسئله نیست، این حق قانونیشون هست. میدونیم که مشروعیت بین المللی اسرائیل تقریبا از بین رفته الان، یعنی مشروعیتی در جامعه حداقل نداره. ما با اینکه اینجا شاهد هستیم که دولت آلمان بدون قید و شرط از تمام جنایات اسرائیل دفاع میکنه، ولی توی مردم وقتی صحبت میکنیم این مشروعیت دیگه وجود نداره. آیا فکر میکنید که این در تغییر سیاست اسرائیل، چه در دولت کنونی و چه در دولت آتی، میتونه مؤثر باشه این امر؟ حتما این چیزیه که حتی جامعه اسرائیل داره کم کم میفهمه، که حمایت بی قید و شرط آمریکا دیگه داریم کم کم از دستش میدیم. اسرائیل داره این حمایت رو از دست میده و اسرائیلی‌ها اینم خوب میفهمن که بدون حمایت بین‌المللی و به خصوص حمایت آمریکایی یک روز هم اسرائیل نمیتونه برپا بمونه. حالا یک، داریم به سرعت به یک اینترسکشن میرسیم که جامعه اسرائیل باید تصمیم بگیره، باید این تصمیم رو بگیره که آیا به خودکشی ادامه میده. یعنی واقعا اگه به این طریق که نتیجهش از دست دادن کامل حمایت آمریکایی و اروپایی خواهد بود و انتها میشه به پایان کشور میرسه. یعنی اسرائیل این قدرت رو نداره که بدون این حمایت خودش رو برپا نگه داره، یا اینکه یک طریق دیگه که به رسمیت شناختن فلسطینی‌ها و حقوق کاملشون و یک راه حل سیاسی که به دو ملت اجازه یک زندگی عادلانه و امن پیشنهاد بکنه. حالا میدونین این شستشوی مغزی ساله که هیچ موقع جامعه اسرائیلی یهودی تصور نمی کرد که مجبور بشه فلسطینی ها رو اصلا بشماره، یعنی به حساب بیاره به یک جوری. حالا 7 اکتبر اسرائیلی ها رو مجبور کرد که فلسطینی ها رو به حساب بیاره. با این حساب چی کار بکنن هنوز معلوم نیست. دلم میخواد یک سوال دیگه ای رو برای شما مطرح کنم که یه مقدار از این بحث امروزین دور میشیم. برای ما که از خاورمیانه میاییم، صهیونیسم یک مقوله یک دست به حساب میاد. در اروپا خیلی از موارد از تعدد انواع صهیونیسم صحبت میشه. هستن کسایی که خودشونو
چپ صهیونیست معرفی میکنم، با در نظر گرفتن اون چه اشخاصی مثل ایلان پپه مطرح میکنن، مبنی بر این که پروژه صهیونیستی در واقع و از ابتدا پاکسازی قومی رو در بر داشته، آیا اصولا ممکنه هم صهیونیست بود امروز و هم چپ؟ جواب کوتاه اینه که نه. ولی من نمیتونم بگم که به نظر من پروژه صهیونی از اول پروژه پاکسازی قومی بود، برای اینکه صهیونیسم خیلی چیزا بود از اول، قبل از استقلال کشور اسرائیل. ولی مثلا کسی مثل اخادعم که صهیونیسم فرهنگی و روحی پیشنهاد کرد که حتی هیچ نیازی به کشور قومی یهودی نداشت، اونم یکی از مسیرهای صهیونیسم بود از اول. ولی این درسته که صهیونیسم به صورتی که در کشور اسرائیل شکل گرفته، تنها معناش از راست تا چپ برپایی برتری یهودیان در تمام زاویه‌های زندگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، از هر نوع که این مفهوم صهیونیسم امروز فقط تفکیر برتری یهودیانه. حالا فرق بین صهیونیسم راستی و صهیونیسم چپی، خودبینایی، یعنی چجوری خودشون رو میبینن. چپای صهیونیسم که باید گفته شد الان امروز در اسرائیل وقتی درباره چپ صحبت میکنین، فقط درباره چپ صهیونیسمه، برای اینکه چپ غیر صهیونیست ما بسیار بسیار کمیم، ما و فلسطینی ها طبیعتاً، ولی یهودیان چپی بیشترشون، بیشتر از 90% صهیونیست هستن. و چپ بودنشون به این معناست که میگن این کشور باید کشور یهودی باشه، ولی در حقوق افرادی فردی حقوق فردی باید مساوی باشه، یعنی بین یهودیان و شهروندان فلسطینی باید دولت فلسطینی، کشور فلسطینی جنب کشور یهودی اسرائیل برپا بشه، ولی هیچ حقوق قومی نسبت به فلسطینیای داخل منطقه 48 داخل خود اسرائیل به شناختن به رسمیت نمیشناسن. در ده سال گذشته صهیونیست‌ها همیشه این تبلیغ رو پیش بردن که اگه فلسطینی‌ها واقعا می‌خواستن ما میتونستیم صلح کنیم. در این حال در تمام این سال‌ها به خصوص بعد از مذاکرات اسلو هر روز شاهد غصب اراضی فلسطینی‌ها هستیم و به این دلیل سوال مطرح میشه که فرض رو برای این بذاریم که دولت اسرائیل این راه حلی رو که الان داره در مورد غزه پیش میبره که به نوعی راه حل نهاییه پیش ببره و مردم غزه یا تماما از اونجا اخراج بشن یا تماما نابود بشن، آیا فکر میکنی جمع تمام خواهد شد؟ این سوال از اون جهت برای ما مطرحه که ما نگاه کردیم تو اسرائیل قانون اساسی وجود نداره و جایی رو نتونستیم پیدا بکنیم. شاید باشه، اگر باشه خوب میشه به ما بگید که مرز اسرائیل
تو اونجا مشخص شده باشه که از اینجا تا اینجا مرز اسرائیله. تنها چیزی که ما میشناسیم همون ارتز هست که سرزمین موعودیه که توی تورات قولش رو خدا به یهودیان داده و توی پرچم اسرائیل به نوعی خودشو نشون میده که دو تا رودخونه ای هستن که در شمال نیل رو داریم و در جنوب فرات رو. آیا فکر میکنید که اگه این اتفاقات بیفته واقعا ممکنه صلح بشه یا باید ما منتظر جنگ‌های بعدی باشیم که اسرائیل به اون سرزمین موعود در واقع دست پیدا کنه؟ که این خیالات سرزمین موعود الان واقعا حداقل الان نصیب جزای خیلی خیلی کوچیک و افراطی هستن. یعنی این مثلا قسمت اساسی سیاست اسرائیل مشغول این حرفا نیست. بسیار چشمان اسرائیل دوخته به کرانه باختری. یعنی این قطع زمینه که اسرائیل واقعا میخواد فلسطینیاشو تخلیه بکنه و کاملا بکنه جزءی از کشور اسرائیل. غزه بعد از پیشکشی قوات اسرائیلی از 2005 از دور اسرائیل اشغالگری غزه رو از دور ادامه داد تا حد شمردن کالوری، تعداد کالوری که هر فلسطینی در غزه به صورت روزی میتونه به دست بیاره. ولی هیچ اسرائیلی، یعنی جامعه، فکر نمی کردن که دوباره خودمونو در اشغال مستقیم غزه پیدا کنیم و فکر نکنن که واقعا جامعه اسرائیلی بخواد که دوباره درد سر اشغال مستقیم غزه رو برای خودمون درست کنیم. مسئله کرانه باختریه. اون اتنیک کلنزینگ که الان، یعنی در غزه دنیا به هر حال به یک صورتی داره بیدار میشه و امیدوارم که واقعا نرسیم به جایی که اصلا، یعنی من فکر نکنم که غزه برسه به جایی که 2 میلیون مردم رو نابود بکنن یا تخلیه بکنن. برای اینکه مصر هم همکاری نمیکنه با همچین، یعنی تخلیه کنن به کجا؟ این خیالاتی که بعضی از اسرائیلیا دارن. مسئله بحرانتر از این به این معنا کرانه باختریه و من فکر میکنم که بسیار مهمه. میدونم که چشمان تماممون الان در غزه است و باید هم همینطور باشه. واقعا فاجعه‌ایه که اصلا نمیتونیم بفهمیم هنوز اون چیزی که در غزه اتفاق میفته. ولی در همون زمان بسیار مهمه که اون چیزی که در کرانه باختری هم اتفاق میفته امروز رو خیلی از نزدیک نگاه بکنیم، برای اینکه اون اتنیک کلنسینگی که پاکسازی نژادی که امروز اسرائیل داره پیش میبره اونجا اتفاق میفته. از اول جنگ تا حالا حداقل 16 تا جامعه فلسطینی از به خاطر خشونت شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیل و خود ارتش اسرائیل فرار کردن. و ببخشید، منظورتون 16 تا روستای فلسطینیه؟ بله بزرگتر از روستاست، برای اینکه بعضی موقع جامعه ها چند تا روستا در یه منطقه هستن. 16 تا منطقه فلسطینی در واقع از کرانه باختری فرار کردن و این ادامه داره. یعنی خشونت، هیچ کس نگاه نمی کنه الان کرانه باختری رو، به این خاطر خشونت شهرک نشینان غیرقانونی و ارتش به جاهای وحشتناکی رسیده
و, و, و تمام دنیا مشغول غزه است و هیچ کس به کمک فلسطینی های کرانای باختری نمیرسه. الان اینه که پاکسازی نژادی الان اونجا داره اتفاق میفته. درباره مرز اسرائیل این سوال بسیار خوبیه، برای اینکه سیاست اسرائیل یک واقعیتی برپا کرده که برای یهودی، ساکنان یهودی تمام منطقه بین دریا و رود، مرز وجود نداره. در واقع یعنی من میتونم وارد ماشینم بشم و از هر نقطه‌ای که تحت تسلط اسرائیل است به هر نقطه دیگر که تحت تسلط اسرائیلی است راحت رانندگی بکنم. چند تا چک پوینت میگذرم ولی من شناسنامه اسرائیلیم رو که نشون بدم به من میگن بفرما، هر جایی که میخوام میتونم، شامل از مناطق فلسطینی، از هر جایی که بخوام. ولی مرز برای فلسطینی ها خیلی زیاد وجود داره. یعنی نه تنها فلسطینی که بخواد مثلا از کرانه، از جنین وارد اورشلیم بشه که بدون اجازه علنی رسمی نمیتونه، اصلا اجازه نداده، بلکه فلسطینی که بخواد از جنین بره نابلس، دو تا شهر بزرگ در کرانه باختری که هیچ مرزی هم با خود اسرائیل ندارن، بین این دو تا شهر فلسطینی هم چک پوینت اسرائیلی هست که ارتشا، که سربازا آیا اجازه بدن آیا اجازه ندن. یعنی برای من یهودی اصلا مرز وجود نداره، برای فلسطینی ها هزار تا مرز وجود داره. الیاس سنبر یه جا تعریف میکنه که موقعی که صحبت مذاکره بین اسرائیل و فلسطینی ها بوده، اسحاق شمیر هیچ علاقه به مذاکره نداشته و کیسینجر بهش یه نامه میده و بهش میگه برو اسلو و تا ابد مذاکره کن. آیا فکر میکنید این سیاستی که الان اسرائیل پیش میبره همون مذاکره تا ابده؟ ما مرحله سخت‌تر از این رسیدیم. یعنی الان ما چند ساله که مذاکره هم دیگه در میان نیست. یعنی اون سالهایی که مذاکره باز به عنوان یک لیپ سرویس، یه چیزی از بی‌معنا که مثلا دولت‌های بین‌المللی رو کم ساکت بکنن، بگن خب اینه ما داریم مذاکره می‌کنیم. و ولی در همون سالهای اسلو اسرائیل دو برابر کرد تعداد شهرک‌های غیرقانونی، و بعدش هم اولمرت، هم شارون، هم حتی نتانیاهو در اوائل ترمش به عنوان نخست وزیر یک سو استفاده می کردن از این آیدی مذاکرات که فشار بین المللی رو پایین بیارن یا ساکت کنن. ولی نتانیاهوی سالهای اخیر حتی اینم دیگه تحمل حتی یه مذاکره فقط به اسم رو دیگه نداره و علناً چندین و چند بار در سالهای اخیر گفته که ما هیچ قصدی به حل سیاسی نداریم. کشور فلسطین هیچ موقع برپا نخواهد شد و مذاکره دیگه هیچ طعمی نداره، یعنی هیچ منطقی نداره دیگه، اگه نمیخوایم اجازه بدیم هیچ موقع یعنی حتی این مسئله سالها پیش بوده، این روزا، یعنی این سالهای اخیر دیگه حتی حرف مذاکره نمیزن. کی مذاکره کیه با کی؟ نتانیاهو، بنگویر، سموتریچ، اینا کسانی نیستن که حتی به عنوان یک
یک تریک سیاسی از فکر مذاکره استفاده بکنن. مذاکره دیگه اصلا در میان نیست. ما به خصوص بعد از 7 اکتبر وارد دوره‌ای شدیم که در واقع یک نوع میشه شاید از خیلی وقت پیشتر بود ولی اینجا بیشتر روشن شده، ما وارد یک بنبستی شدیم که ظاهرا هیچ راه خروجی نداره. یعنی اون رویای دو تا دولت برای دو تا ملت کاملا غیر ممکنه، رویای دیگر آلترناتیوش در واقع یک کشور بوده برای همه ساکنین اون با حق برابر، که این به معنی اینه که لااقل 600 هزار کلونه اسرائیلی در نوار مثلا خاوری فلسطین بهش رضایت بدن، یا اصلا رضایت بدن که حقوق برابر داشته باشن با فلسطینی ها. چه میدونم که الان اینا پیشبینی های واقعا غیر منطقی، حتی چه رویایی شما میپرونی؟ ببینین به نظر من میدونین این چیزیه که همیشه از فعالان چپی میپرسن خب پس راه حل چیه، چه حل سیاسی؟ من همیشه میگم این مسئولیت ما نیست. اول مسئولیت ما اینه که سرکوبی رو تموم کنیم، اشغالگری مستقیم ارتشی رو در کرانه باختری تمام بکنیم، حصار غزه رو تمام بکنیم، نابرابری بین شهروندان یهودی و فلسطینی رو تمام کنیم. وقتی برای این کار راه حلی نباید پیشنهاد بکنیم بعد از، یعنی اول باید فشار ما باید این باشه که اول اینها رو، این ظلمها رو تمام بکنیم، بعد میشه اون وقت فقط میتونیم تصور یک راه حل سیاسی رو بکنیم. ولی برای عقب کشینی تمام ارتش اسرائیل از کرانه باختری، برای اخراج شهرک نشینان غیرقانونی، راه حل واجب نیست. فقط ظلم رو کمتر کنیم، ظلم رو تموم کنیم، بعدش شاید اون موقع آسان‌تر باشه تصور یک کشور مشترک یا یک کنفدراسیون، یا دو کشور که به عنوان یک کنفدراسیون ارتباط داشته باشن. بعدش میتونیم چند تا راه حل تصور بکنیم. ولی به نظر من فعالیت ما امروز فقط باید روی تمام کردن ظلم باشه، راه حل بعدن. یک چیزی که اینجا خیلی شایع هست اینه که در ماهای گذشته، سال گذشته، سالهای گذشته، در زیر نوار غزه نفت و گاز پیدا شده و در واقع این نیاز سرمایه‌داری اروپا به گاز و مستقل کردنشون از روسیه هست که وامی داره سرمایه‌داری اروپایی رو که از اسرائیل اینجور بدون قید شرط حمایت بکنن. آیا اصلا چنین چیزی در اسرائیل راجبش صحبت میشه که گاز کشف شده، یا اصلا چنین چیزی واقعی داره، واقعیتی داره توی اسرائیل؟ من اینو نسبت به غزه نشنیدم و این اصلا جزئی از صحبت جامعه اسرائیلی نیست. باید بگم که از دوستان فلسطینی هم نشنیدم من همچین. اسرائیل خودش گاز پیدا کرده روبروی ساحل اشکلون چند سال پیش و هنوز توش مونده که این گاز رو چجوری استخراج کنه. بله. و به نظر من میدونین دولت‌های اروپایی و بین‌المللی این نوع بهانه لازم بهانه نیستن برای حمایت کامل از اسرائیل، برای اینکه این اصلش به جاهای دیگه میکشه، به
دیدن اسرائیل که جزئی از کلاب اروپای سفید و جنگ آدم سفید بر علیه فلسطینیا، آفریقای هر کی، ولی اسرائیل یک اون نیز تو که نوکه کوه یخ منظورتونه یا نه، یکی از ببخشید به یه زبان دیگه بگید نه زیاد که حرف میزنم وقت یه دفعه دیگه ذهنم خسته میشه از فارسی. فرانتیر چطوری؟ مرز؟ نه جبهه. یکی از جبهه‌های امپریالیسم سفید در روبروی جهان سوم، و همیشه اروپا و آمریکا به این چشم به اسرائیل دیدگاه داشتن، و خود اسرائیل هم چند دفعه، مثلا نخست وزیر سابق اسرائیل اهود باراک همیشه اسرائیل رو به عنوان یک ویلا در جنگل معرفی میکنه، و به این خاطر اسرائیل همیشه حمایت دنیای سفید را داشته و خواهد داد. امیدوارم که تغییری بگیره در این سفر، ولی اینا نیاز بهانه نه گاز و نه نفت و نه اسرائیل را جزئی از اون کلاب خودشون میبینن، و فلسطینی ها رو جزئی از اون طبقه بشری پایین تر که حق و حقوق پایین تری نصیبشون هست، و به این چشم مسئله اسرائیل و فلسطینی ها رو دنیای سفید میبینه. اینا نیازی به بهانه گاز و نفت ندارن. چون تو خیلی از سوالی که کردی انگار مخاطب با همه چیز اسرائیل آشناست. من میگردم سر یه پولیمیکی که الان توی اپوزیسیون ایران حداقل طرفداران اسرائیل خیلی بیشتر از طرفداران فلسطین، این که باش فکر میکنم پیش مشکلی داشته باشیم، و مسئله که اینا بیان میکنن اینه که این زمین ها خریداری شده و در واقع این اشغالی وجود نداره. در مورد این چی بود؟ چه زمین ها خریداری شدن؟ زمین های فلسطینی؟ خب این دروغیه که حتی دو آتشه ترین صهیونیست ها دیگه تکرار نمی کنن. برام واقعا عجیبه کسی این دروغ رو امروز تکرار بکنه. می دونین که روز شنبه اخیر فلسطینی ها روز زمین شنبه گذشته بله. چیه معنای این روز زمین؟ چیه این؟ برمیگرده به سال 1976 که اولین بار بود که دولت اسرائیل به صورت خیلی وسیع بیشتر زمینای شهروندان خودش فلسطینیا رو مصادره کردن، تمام این زمین ها رو، و از اون موقع تا به حال این یکی از مرکزی ترین جز مرکزی استراتژی اسرائیل نسبت به فلسطینی هاست، هم داخل خود مناطق 48 یعنی داخل مرزهای اسرائیل، و هم در کرانه باختری تا الان جایی که حتی طبق خود اسرائیل جزی از کشور نیست، ولی اونجا هم اسرائیل که زمینای به صورت خیلی وسیع مصادره میکنه. از کی خریدن؟ یعنی این واقعا برای من عجیبه اگه کسی بگه که اینا زمین رو میخرن. و
در واقع گفتمان اینه که بله زمین ها خریداری شده و اون شخصیت در واقع اون فلسطینی سابق که توی سرزمین بودن فروختن به قیمت پایین فروختن، بعد یه دفعه فهمیدن سرشون کلا رفته و حالا دارن برمیگردن. اینا تک و توک کسانی هستن که بهشون انقدر فشار آوردن که آخر راضی شدن. هستن فلسطینیایی که ولی زمینای فامیل کوچیک، نه ما درباره میدونی یک سرزمین داریم صحبت میکنیم. کسانی بودن که دیگه انقدر فشار ستلرا و ارتش به این حد رسید که گفتن باشه ما میفروشیم و مجازات هم شدن به دست خود فلسطینیا. در شرق اورشلیم ما چندین و چند کیس میدونیم، یعنی که ثابت شده که اینا که ورقای به گفته خودشون فروش خونه های نه زمین ولی خونه های فلسطینی تو اورشلیم شرقی، تو شرق اورشلیم، بعد سالهای سال دادگاه ثابت شد که خود ستلرا این ورقه ها رو فورج کردن، تقلبی هستند تمامشون، یعنی تک و توک هستن، هستن ولی تک و توک هستن فلسطینی هایی که واقعا خونه شون رو یا یه تیک زمین رو فروختن. ولی پروژه دزدیدن سرزمین فلسطین پروژه فروش نبود، پروژه دزدیدن بود. خیلی باز از شما ممنونیم و امیدوارم که بعد از برنامه امشب باز هم بتونیم با هم صحبت کنیم. حتما. خیلی ممنون. اینو که شما میگین من واقعا در توییتر، من جر و بحث با فاشیستای اسرائیلی زیاد دارم، هیچ کدومشون خشنتر و وحشیتر از اپوزیسیون ایرانی نبودن، یعنی اونا که ضد رژیم اسلامی هستن ولی از اسرائیل بیشتر از سرزمین خودشون دفاع میکنن. یعنی مثلا چطوری شده که مثل اینکه اسرائیل براشون عزیزتر شده از ایران و انقدر اونا سنگ نتانیاهو اینا رو به سینه میزنن که من واقعا یک فحشایی مینویسن هر انتقادی از نتانیاهو که بکنن که اصلا باور نکردنیه. خیلی هم ممنون. حالا من کلی سوال داشتم، خواستم در مورد انقلاب صحبت کنم، در مورد طبقه کارگر توی اسرائیل صحبت کنم، چون وقتی از اسرائیل صحبت میشه انگار یه اسرائیل یه جمعیتی که همشون با هم یه برابری داره، یه بیشترین فرق طبقاتی در اروپا نسبت به از همه کشورهای اروپایی اسرائیل فرق طبقاتی بیشتره از تمام اروپا. و وقتی شما از بحث پایان سرکوب صحبت میکنید، آیا بدون انقلاب ممکنه؟ انقلاب متاسفانه در اسرائیل معنی نداره امروز، برای اینکه صهیونیسم روپوشی میکنه روی تمام اینا. یعنی اگه جرأت بکنید درباره فرق طبقاتی در اسرائیل صحبت بکنین، فوراً میگن ولی حماس، ولی فلسطینی ها، ما الان باید متحد باشیم و به این صورت. و این واقعاً یه فاجعه اجتماعیه. ولی میدونین چه طبقات اجتماعی بیشتر از همه در اسرائیل از نتانیاهو و حکومت حمایت میکنن؟ پایین ترین طبقات، اونایی که نتانیاهو که کاپیتالیست ترین نخست وزیر که واقعا له کرد این طبقاتو، ولی اینا دو آتیشه ازش حمایت میکنن برای اینکه این ترس و این منیپولاسیون رو تویشون تزریق کرده که اگه
حمایت از من نکنین، اسرائیل قوی نباشه، اینا فلسطینی ها میان میخورن اتون شما رو. پس این فاجعه است که طبقاتی که منافعشون دقیقا ضد نتانیاهو و ضد سیاست های اقتصادی نتانیاهو است، دارن از همه بیشتر پشتوانی میکنن ازش.